اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن أعداءهم وقتلتهم وظالميهم أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سلام عليكم ورحمة الله. تبريك عرض میکنم دهه بزرگ داشت عيد الله الأكبر، عيد سعيد قدير خم، عيد ولایت رو خدمت همه شما بینندگان عزيز، سروران خودم و همراهان شبکه جهانی امام حسين عليه السلام. با برنامه معراج در خدمت شما عزیزان هستیم و در حضور کارشناس محترم برنامه حاج آقای بهرمن هستم و خدمتشون عرض سلام و ادب دارم. سلام علیکم و رحمت الله. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. ممنون و متشکر. بنده هم محضر همه بینندگان محترم سلام و عرض ادب دارم. انشاءالله مورد لطف حضرت مولا آقا امیر المؤمنین علیه السلام باشن و مشمول دعاهای خیر ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف باشن ان شاء الله. بله، دیروزی که دیگر از عوامل رضای خداوند متعال رو ذکر فرمودید که توسعه دادن به اهل و عیال هست و فراهم کردن اسباب راحتی برای اونها، و بعد از اون هم پرداختیم به ادامه صحبت‌های حضرت زهرا سلام الله علیها در خطبه فدکیه که اشاره داشت به فتنه منافقین بعد از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و انتظار کشیدن اونها برای به سختی افتادن و به رنج افتادن اهل بیت عصمت و طهارت صلوات الله علیهم اجمعین. ان شاء الله که توضیح بیشتری در این خصوص بفرمایید بعد از تقدیم حدیثی به بینندگان عزیز ان شاء الله. السلام علی المهدی و علی آبائه. حضرت زهرا سلام الله علیها خطاب به مهاجرین و انصاری که در مسجد حضور داشتند جملاتی را در مذمت اینها بیان کردند. اولا فرمودند تتربصون بنا الدوائر، چش به راه گرفتاری ما بودید، منتظرید دائما به ما یک سختی، به ما یک گرفتاری وارد بشه، در حالی که اینها اهل بیت پیامبر اکرمن و آزار و اذیت به اینها قطعا آزار و اذیت به رسول خداست، و آزار و اذیت به رسول خدا این در حد شرک به خدای عز و جل و باعث ارتداد افراد می شود. در ادامه سه تا دیگر از صفات بد صحابه منافق را بیان می کنند. می فرماید تتوکفون الاخبار
و تنکسون عند النزال و تفرون من القتال. اولا شما در انتظار شنیدن خبرهای بد درباره ما بودید، به جنگ حاضر نمی شدن، تو خانه می نشستن، فقط منتظر شکست مؤمنین و شکست اهل البیت علیهم السلام بودن تا خوشحالی کنن. اگر یک پیروزی نصیب مسلمین می شد اینا می گفتن ما که با شما بودیم. اما به مجرد اینکه یک خبر بدی به اونها می رسید درباره مثلا شکست خوردن مسلمانان در جنگ، اینها اظهار فرح، سرور و خوشحالی می کردن. تتوکفون الاخبار، چشم راه شنیدن خبرهای بد در خصوص اهل ایمان بودید. دیگر اینکه تنکسون عند النزال، نزال یعنی جنگ، در هنگام جنگ شما عقب نشینی می کردید، نمی آمدید خودتون را برای جنگ آماده کنید، می رفتید تو خانه های خودتون می نشستید، بهانه جویی می کردید. در تابستان می گفتید هوا گرمه، در زمستان می گفتید هوا سرد، زن داریم، بچه داریم، مشغولیم، گرفتاریم، بدنمون سالم نیست، عذر و بهانه های زیادی را می آوردید که در هیچ میدانی از میادین جنگ حاضر نشید. و تفرون من القتال، و در میدان جنگ هم اگر حاضر می شدید تا وقتی حاضر می شدید که جنگ شروع نشده، همین که آتش جنگ شعله ور می شد شماها پا به فرار می گذاشتید. و تفرون من القتال، و از این جمله حضرت معلوم می شد که دائما از جنگ فرار می کردن، در هیچ جنگ حضور نداشتن. تفرونه فعل مزارعه و افاده استمرار میده، یعنی مستمرن شما در جنگ ها، از جنگ در جنگ پشت به دشمن میکردید و فرار رو برقرار ترجیح میدادید، در حالی که مولای متقین امیر المؤمنین علیه السلام سینه خودش را سپر بلای جان پیغمبر اکرم می کرد، حمایت می کرد از پیغمبر اکرم، می ایستاد و هیچ وقت فرار نمی کرد و او کرار بود، حیدر کرار، یعنی مکرر به دشمن حمله ور می شد، هیچ وقت پشت به دشمن نکرده. حضرت از پشت زره نداشتن و می فرمودن اگر تمام عرب ها دست به دست هم بدن که مرا شکست بدن، من هیچگاه پشت به اونها نخواهم کرد. در اینجا برای روشن شدن فرمایشات حضرت زهرا علیه السلام در این خطبه نورانی سه تا عنوان داریم، باید حکم این سه عنوان برای ما روشن بشه. یک عنوان تجسس، آیا تجسس و جاسوسی کردن جایزه، جایز نیست؟ این باید برای ما معلوم بشه. یک عنوان تحسس، تحسس یعنی فحص، فحص کردن، جستجو کردن، آیا این عنوان چه حکمی دارد از نظر شرعی؟ یکی هم عنوان توقف که حضرت زهرا علیه السلام اینجا داشتن، توقف یعنی بگردیم که خبر بد درباره دیگران بشنویم تا خوشحالی کنیم، بگیم های حال اومدیم که فلانی خونش خراب شد، خوشمون اومد که سیل اومد فلانی را
خونش رو از بین برد. الحمدلله که فلانی ورشکست شد. بعضی حالشون این چنینه و این منافقینه از اصحاب نسبت به اهل بیت پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله اینطور بودن. اما عنوان تجسس، تجسس یعنی چی؟ یعنی پرده برداشتن از اون چی که از روی چیزی که خدا او را مخفی کرده. خدای عزوجل از صفاتی که دارد ستاره، ستار العیوبه. اگر پرده ستاریت خدای عزوجل نباشد، روایت دارد که شما به صورت همدیگر نگاه نمی کردید و بر جنازه همدیگر جمع نمی شدید، جنازه یک دیگر را از زمین بر نمی داشتید. خدای ستار غفار، ستار العیوب، غفار الذنوب کاری کرده که خوبی های ما آشکار شده. یا من ابهر الجمیل و ستر القبیح، قبایحی که ما داریم و دیگران ازش اطلاع و خبر ندارن، خدای عز و جل با پرده ستاریتش اون را مخفی کرده. تجسس یعنی این که بگردیم ببینیم اون عیب پنهان، اون نقص پنهانی که خدا او را مستور کرده برای اینکه شخص بی آبرو نشه، ما بریم بگردیم اون عیب پنهان را پیدا کنیم و ظاهرش کنیم، آشکارش کنیم. آیا این در دین مبین اسلام این کار رواست؟ فقه ما و اسلام ما می‌فرماید نه، این چنین نیست. اگر حکومتی و اگر دولتی بر ملت و بر رعیت تجسس کنه، جاسوس و مراقب قرار بده که از درون افراد، از درون خانه های افراد خبر پیدا کنه و عیب اونها را آشکار کنه، این تجسس و تجسس حرامه و جایز نیست. با اینکه دولت دولت است و حکومت حکومت در زمان غاصب، غاصب دومی دارد که شبانه از دیوار مردم رفت بالا که ببیند صاحب این خانه چی می کند. اتفاقا صاحب این خانه مشغول خوردن شراب بود، فریاد زد وا اسلاما، در حکومت من، در حکومت اسلامی من شخصی دارد شراب خاری می کنه. اون شخص صاحب خانه گفت که شرابخواری من بده، کار حرامیه، درست نیست که من شراب بخورم. اما من یه خلاف مرتکب شدم، منم یک شخص عادی معمولی هستم، اما تو لباس خلافت را به تن کردی، به عنوان خلیفه مسلمانان خودت را معرفی کردی، تو الان چند تا خطا مرتکب شدی. اولا قرآن کریم صریحا فرموده خانه ها را از درهایش وارد شدید، فادخلوا البیوت من ابوابها، تو از روی پشت بام وارد خانه من شدی، خلاف صریح قرآن کریم. تو به عنوان خلیفه چطور یه همچین خلاف را مرتکب میشی؟ ثانیا قبل از کلام باید سلام کنی، فسلموا علی اهلها، اگر وارد خانه شدی بر اهل آن خانه سلام کن. شما اصلا سلام هم نکردی. ثالثا قرآن صریحا فرموده ولا تجسسوا، لای ناهیه است، نه دال بر تحریمه، دال بر حرمته. ولا تجسسوا، تو داری تو زندگی من جاسوسی میکنی، حالا اسم تو دولت اسلامیه، دولت اسلامی حق تجسس از مسلمین نداره، مؤمن هم حق تجسس کردن در زندگی مؤمن دیگر نداره. ما کار نداریم که این همسایه ما چی میکنه، حق نداریم که فضولی کنیم یه سراخی مثلا از خانمون به خانه
همسایمون ایجاد کنیم و ببینیم این تو خانهش دارد قماربازی میکنه، دارد شرابخواری میکنه، دارد فعل قبیح دیگری انجام میده. نه حق انجام این کار نداریم ولا تجسس. یه مورد استثناء دارد، تجسس کردن از حال کافر حربی. کافر اقسامی داریم، یه کافری داریم که اهل ذمه است، در ذمه و در پناه اسلام، کتابی ها باشن، مثلا یهودی که در ذمه مسلمینه، نصرانی که در ذمه مسلمینه، زردشتی که در ذمه مسلمینه، نسبت به اینها ما حق تجسس نداریم. همچنین کافر غیر کتابی که در جنگ با مسلمانان نیست، روسیه جنگ با مسلمانان را نداره و دست دوستی به طرف مسلمانان دراز کرده، ما حق نداریم یک فرد روسی را بخوایم در زندگیش تفحص کنیم و تجسس کنیم. چینی ها اینا بت‌پرستن، کافر غیر کتابی هن. اما با ما دست رفاقت و دست دوستی دراز کردن، ما حق نداریم در مورد اونها تجسس کنیم. اما یه کافر هست، کافر حربیه، یعنی اومده به جنگ با مسلمین. اینجا برای دفع ضرری که ممکن است از ناحیه او متوجه مسلمانان بشود، تجسس در مورد او و زندگانیش ایراد ندارد. این به خاطر چیه؟ به خاطر دفع ضرر، دفع ضرری که متوجه اسلام و متوجه مسلمین بشه. امام صادق صلی الله علیه و آله سلام الله علیه از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله این روایت را نقل میکنه که پیغمبر فرمودن یا معشر من آمن بلسانه ولم یصل الایمان الى قلبه، ای گروهی که با زبانشون مسلمان شدن اما هنوز نور ایمان در دلشون نرسیده است، چون مرتبه ایمان بعد از مرحله اسلامه. اسلام گفتن شهادتین به زبان، ولی ایمان نوریه که باید در قلب جا بگیرد. اسلام باعث مثلا حلیت بدن، اما ایمان موجب ثواب در آخرت. ای مسلمون هایی که به زبانتون اسلام آوردید اما هنوز ایمان در دلتون نرسیده است، لا تتبعوا عورات المؤمنین، یعنی جاسوسی نکنید، یعنی دنبال اون عیوب پنهان اهل ایمان نشید. خداوند اون عیوب را مخفی کرده و پنهان کرده، شما اونها را آشکار نکنید. فانه من تتبع عورات المؤمنین، کسی که در پی کشف خطاهای مؤمنین و قبایح مؤمنین است، تتبع الله عورته، خدای عزوجل هم دنبال آشکار کردن عیوب او هم خواهد شد، این بازتاب اون عمل بدی که داره. و من تتبع الله عورته، کسی که دنبال خدای عزوجل دنبال کشف قبایح و زشتی های او باشد، فضحه فی جوف بیته، خداوند او را رسواش میکند در خانه خودش، وسط خانه خودش او را خداوند رسوا میکند. این حدیث شریف را مرحوم شیخ مفید رحمت الله علیه در کتاب ارزشمنده امالی نقل میکند. بنابراین تجسس
الا یک مورد جایز نیست، حرامه و گناه داره. اما تحسس، تحسس یعنی جستجو کردن در مورد چیزی که مفقود شده، خب این اشکالی نداره، میتونه رجحان داشته باشه، میتونه خوب باشه، چنانچه حضرت یعقوب علی نبینا و آله و علیه السلام به فرزندانش فرمود یا بنیه، فرزندانم، اذهبو، بروید از کنعان، بروید مصر، فتحسسو من یوسف و اخیه، جستجو کنید و برادرتون یوسف و برادرش بنیامین را پیدا کنید. پس تحسس عیبی نداره، تجسس دارای عیبه. اما توقف اخبار این چطوره؟ یعنی انسان چشم به راه این باشد که یک بدی به یک مسلمانی وارد بشه، چشم به راه ضرر وارد شدن به اهل ایمان، این قطعاً چیه؟ مورد مذمت، کار درستی نیست. و اینها صفات زشت صحابه منافق اسلامی بودن، اینها ظاهراً با پیغمبر بودن، ظاهراً با مسلمان ها بودن، اما در واقع دلشون با پیغمبر و دلشون با اهل بیت پیغمبر نبود و در دائم در صدد بودن یک خبری از شکست مسلمین بهشون برسد و خوشحالی کنن. در دوران جنگ اینا تو خانه هاشون می نشستن، از خانه هاشون بیرون نمی رفتن، منتظر شکست خوردن مسلمون ها بودن. سوره توبه را بینندگان محترم اگر مطالعه کنن و درش تأمل کنن، صفات این منافقین را، برخی از صفات این منافقین را برای ما بیان میکنه. از سوره های سیاسی قرآن مجید سوره مبارکه توبه، نهمین سوره قرآن مجید. انشاءالله خدا توفیق بدهد به ما بتونیم قرآن را با درک معنا و با تأمل در معانیش و مخصوصا دقت کردن در فرمایشات معصومین در تبیین معنای قرآن کریم، خدا اون توفیقش رو به ما انشاءالله مرحمت کنه و قلب ما رو نورانی کنه به کتاب شریفش و اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام انشاءالله. بسیار ممنون و متشکرم، استفاده کردیم. امیدوارم که انشاءالله خداوند هر روز به برکت ولایت اهل بیت علیهم السلام نور ایمان رو در قلب‌های ما پررنگ‌تر و منورتر کنه انشاءالله و پرده‌های نفاق رو از وجود ما انشاءالله برداره. میان برنامه رو تقدیم شما عزیزان می‌کنیم انشاءالله، به استودیو برمیگردیم و تقدیم می‌کنیم پاسخ به سوالات شما رو.
عرض سلام و ادب دارم خدمت شما بینندگان عزیز، سپاسگزارم که تا این لحظه با ما همراه بودید. اولین سوالی که بیننده محترم مطرح کردن این هست که عالم برزخ کدام است و آیا انسان در عالم برزخ مورد محاسبه قرار میگیرد؟ بسم الله الرحمن الرحیم. فاصله بین دنیا و آخرت، این فاصله را بهش میگن عالم برزخ. یعنی سه تا عالم داریم، عالم دنیا، عالم برزخ، عالم آخرت. فاصله بین دنیا و آخرت را میگن عالم برزخ. از روایات هم استفاده میشد که انسان در عالم برزخ مورد محاسبه است، خداوند از انسان حساب میگیره و این برزخ او از دو حالت بیرون نیست، یا روضتون من رياض الجنه، باقی از باغهای بهشت. اگر موفق شد خوب پاسخ بده به سوالهایی که ازش میشه و صاحب اعمال نیکی بوده، و یا اینکه این مردود بشه و قبر او و عالم برزخ او تبدیل بشود به حفرتون من حفر النيران، به یک چاهی از چاهای جهنم. بعضی ها میپرسن که این جسم انسان عذاب میشه یا روح انسان در عالم برزخ. جسم مادی انسان که متلاشی میشه و معیار و ملاک جسم نیست، اصل و اصالت با روحه، روحی که باقیه، و جسم این پوشش روح، لباس و جامعه روح. لذا روح انسان بدون جسم نیست. در دنیا لباس انسان جسم دنیاییه، در برزخ جسم برزخی است، و در آخرت هم جسم دارد، جسم آخرتی است. و این روح انسانه که اگر در خوشی باشد، روحش در خوشی و در راحتی و در آسایشه، و اگر در گرفتاری و عذاب باشه، روح او گرفتار خواهد بود. برای تقریب به ذهن، وقتی انسان در دنیا خواب باشه، گاهی در خواب صحنه هایی میبیند که مایه سرور و خوشحالیش میشه. جسمش نیست که خوشحال میشه، روح او خوشحال میشه. و گاهی صحنه هایی را در عالم رؤیا و خواب میبینه که موجب غم و اندوه و ناراحتی او میشه. این ناراحتی مربوط به روح، مربوط به جسم او نیست. بنابراین عالم برزخ وجود دارد، فاصله بین دنیا و آخرت، و مورد محاسبه قرار میگیرد انسان در عالم برزخش. بله. بیننده از دیگری پرسیدن که حکم غذا خوردن در فواتح چیست؟ کار خیلی بدیه در فواتح غذا خوردن. کسی که مصیبت بهش وارد شده، یه مصیبت بهش وارد شده، بعدم باید غذا تهیه کنه که عده بیان بخورن، این درست نیست. اسلام خلاف اینه میفرماد. اسلام میفرماید مستحبه که دیگران غذا تهیه کنن، بفرستن برای به خانه اون افرادی که مصیبت زده شدن، و تا چند روز باید آتش از خانه اینها بلند نشه. بله. باید غذا بفرستن برای صاحبان میت، نه اینکه یک بار دیگری بر دوش اونها بگذارن و مشغول غذا خوردن در خانه اونها بشن. و گاهی اوقات هم از اموال بچه صغیر خرج میشه برای دیگر افراد، و این قطعا درست نیست و قطعا کار حرامیه. بنابراین غذا بردن خوبه، نه غذا خوردن در فواتح. بله. سوال دیگری که بیننده محترم پرسیدن هست که اگر
اگر که شخصی بعد از 20 سال متوجه بشه که تکبیرت الاحرام رو اشتباه میگفته، به عنوان مثال اینطور میگفته که الله و اکبر، تکلیفش چه هست؟ خب این چون متوجه شده که مسئلهش غلط بوده، الله و اکبر گفتنش غلط بوده، الله و اکبر واجبه، واجبه نماز، از واجبات، بنابراین باید صحیح ادا بشه و میتونسته یاد بگیره مسئله رو، چون الان متوجه شده که غلط گفته، در نتیجه میشه جاهل مقصر، انتوان یاد گرفتن مسئله رو داره، بنابراین این جزء نماز که باطل، نماز کلن باطل میشه و نمازهایی که خونده باید اون نمازها را اعاده کنه، ولو 20 سال نماز خونده باید خورد خورد اون نمازها را، قضای اونها را به جا بیارد و تا زمانی که خودش زنده است دیگری نمیتونه جای نمازهای او را به جا بیاره. از این جهت برای اینکه انسان به این مشکل دوچار نشه، باید مسائل دینش را، احکام دینش را بیاموزه، وقتی بذارد برای یاد گرفتن احکام دین، حتی اگر مستلزم باشد که پول خرج کنه برای یاد گرفتن احکام دین، اگه بناس استادی بگیره و پولش بده که هفته یه مرتبه دو مرتبه بیاد برای خودش و برای زن بچهش مسئله دینی آموزش بده و تعلیم بده، این کار اشکالی نداره، باید این کار انجام بگیره. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله شیرازی رحمت الله علیه، آیت الله العظما سید محمد شیرازی، ایشون دائما توصیه میکردن به مقلدینشون حتما مجلس هفتگی در خانه هاتون داشته باشید، هم ذکر سید الشهدا سلام الله علیه میشده در خانه ها که موجب خیر و برکت، هم احکام دینشون رو مردم به راحتی و آسودگی و آسانی مسائل دینشون رو یاد میگرفتن و کل خانه ها میشد مدرسه و محل تعلیم و تعلم، و این کار بسیار مفیده. لذا ما میبینیم فرهنگ دینی شیعیان اهل البیت از سایر فرق مسلمین خیلی بیشتر و بالاتره، چون اینا مجالس روزه رو دارن، مجالس نشستن پای منبر گویندگان را دارن، مجلس هفتگی، مجلس ماهونه، و این کار بسیار خوب و مفیدیه. بنابراین این شخص سائل که میگه من 20 سال تکبیرات الاحرام را درست نگفتم، این نمازاش باطله، باید نمازاش را قضا کنه. بله، پرسیدن که حکم تارک الصلات چیست؟ تارک الصلات بودن از گناهانه، از عمل، از کار گناهی حساب میشه. این شخص باید حتما از این گناه توبه کنه، باید حتما پشیمان بشه، حتما باید استغفار کنه، که روایات ما میفرمایید گناه کبیره است، و اگر وجوب صلات را کسی منکر بشه و بگه من قبول ندارم که نماز در اسلام واجبه، این به منزله ارتداد، موجب ارتداد او می شود و از شفاعت پیغمبر اکرم و اهل البیت علیهم السلام چنین شخصی قطعا محروم می شود و اعمال خوبش هم حبط می شه، ولو سایر اعمالش خوبه، اما چون تارک الصلاته اعمال دیگر او هم از بین میرد و ارزشش را از دست میده. بنابراین این شخص باید نمازهای خودش را، بله، به مقداری که مورد یقینش هست که چند مدت این تارک الصلات بوده، به اون مقداری که مورد یقین هست باید نمازهاش را قضا کنه. بله، یکی دیگر از بینندگان پرسیدند که حکم کشیدن قلیان چیست؟ اگر احتمال قوی بده که یک ضرر بزرگ بهش وارد میشه، نه احتمال ضعیف، احتمال
قوی بده که متضرر می شود به یک ضرر غیر قابل جبران. مثلا احتمال قوی می دهد که بر اثر کشیدن قلیان یا سیگار این ریهش را از دست می ده و ریه اگر از بین رفت دیگه انسان قادر به ادامه حیات و زندگی نیست. اگر احتمال قوی بده که ضرر بزرگی بهش وارد می شود، این حق سیگار کشیدن یا قلیان کشیدن را نداره. اما اگر احتمالش یک احتمال ضعیفیه و یا احتمال میده یک ضرر معمولی، یک ضرر عادی برش وارد می شود، نه این اشکال ندارد، چون هر ضرری حرام نیست. ضرر عمده، ضرر متنابه، ضرر قابل توجه، ضرر بزرگ، این مورد حرمت است. اما اگر ضرر عادی باشه این حرام نیست. مثلا فرض بفرمان پرخوری کردن، خب بده، پرخوری کردن ضرر داره. یعنی یک کسی که با یک پشقاب غذا سیر میشه، این پرخوری کنه سه پشقاب غذا بخوره، این قطعا بهش ضرر وارد میشه. اما این چون ضرر عادی معمولیه حرمت ندارد. یا مثلا بیخوابی کشیدن، شبها رو تا صبح بیدار موندن، این ضرر برای بدن داره، اما چون ضرر معمولیه حرمت نداره. بنابراین چه ضرری حرام است که میفرمایید لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام؟ اون ضرر عمده، ضرر بزرگ که یا باعث مثلا فوت انسان بشه یا باعث مریض شدن سخت انسان بشه که غیر قابل مثلا علاج باشه. بله. یا مثلا از اعضای رئیسه او آسیب ببینه. بله. بسیار ممنون و متشکرم، سپاسگزارم از شما و همچنین از شما عزیزان که با ما همراه بودید. انشاءالله که همیشه در سلامت و عافیت باشید. یا علی مدد. اللهم